من همیشه به عنوان یک فیلمساز از خودم میپرسیدم آیا میشه با یک تلفن همراه یک ویدیو سینمایی خوب ساخت؟ میخوام بهتون بگم بله میشه درود بر شما به احزاد بگی هستم و خیلی خوش اومدید به این سری از آموزش های من که در مورد فیلم سازی فقط با تلفن همراست از تصویر برداری، ادیت و گرفتن خروجی برای مدیاهای های مختلفه که لینک این سری از آموزش ها رو اینجا میذارم شما میتونید کل ویدیو ها رو اونجا ببینید اما این ویدیو راجب به پنج حرکت سینمایی دوربینه اونم فقط با تلفن همراه که میخوام بهتون ثابت کنم که با این تلفن همراه میتونید تصاویری بگیرید که باورتون نمیشه و فکر میکنید پشت این تصویر یه دوربین حرفه ای است اما قبل اینکه این پنج حرکت رو ما با هم تمرین کنیم و ببینیم بهتر هفت نکته رو خدمتتون عرض کنم نکته اول اگر دوربین تلفن همراه شما چند تا لنز داره یعنی تلفن همراه شما جدیده و از چند تا لنز بهره میبره بهتر از لنز واید برای تصویر استفاده کنید چون لنز واید لرزش تصویر رو کمتر میکنه اما اگر نور کافی داشتید اگر نور کافی نداشتید لنز واید رو فراموش کنید شاید یکی از شما بگه خب من دوربینم تلفن همراه هم فقط یک دوربین داره و لنز واید ندارم چیکار کنم چاره کار استفاده از اپلیکیشن های تصویر برداری اپلیکیشن های تصویر برداری میتونن تا حدی لرزش تصویر رو بگیرن پس اگر تلفن خوبی دارید از لنز واید استفاده کنید و اگر تلفنتون میان رده یا تلفن های قدیمی تر هست از اپلیکیشن تصویربرداری برداری استفاده کنید تا لرزش تصویرتون کمتر بشه نکته سوم استفاده از اسلوموشنه استفاده از اسلوموشن جادو میکنه تصاویر شما رو بدون لرزش نشون میده پس استفاده از اسلوموشن رو فراموش نکنید نکته چهارم نحوه گرفتن تلفن همراه برای تصویر برداری شما میتونید به این نحو بگیرید و یا به این نحو من خودم به این نحو بیشتر عادت دارم نکته پنجم سعی کنید بدنتون رو تکون بدید تا دستاتون رو اگر بدنتون رو تکون بدید لرزش کمتری دارید کافی دستتون به بدنتون بچسفه و از حرکت بدنتون و پاهاتون استفاده کنید و دستتون رو جداگانه تکون ندین چون لرزش بیشتری داره اما به این نکته دقت کنید وقتی شما حرفه بشید میتونید دستتون رو به تنهایی تکون بدید اما نیاز به تمرین خیلی خیلی زیادی داره شاید یک یا دو سال باید تمرین بکنید اما اگر دستتون رو به بدنتون بچسبونید به راحتی میتونید ویدیوها رو بدون لرزش ثبت کنید. نکته شیشم نینجا واکینگ نحوه را رفتن برای اینکه تصویر شما تکول کمتری داشته باشه که ما تو این پنج تا حرکت نینجا واکینگ رو داریم اما تو سری آموزش های بعدی کامل و به ریز به نینجا واکینگ میپردازیم پس تو این ویدیو دقت کنید که ما یه حرکات رو داریم انجام میدیم و به شما نشون میدیم تا ببینید که میشه با این حرکات تصاویر نرم و بدون لرزشی گرفت و اما نکته هفتم فرض کنید شما همه این کارا رو کردید ناقص یا کامل اما تصاویر شما مقداری هنوز لرزش داره خب ما میتونیم تو زمان پست پروداکشن یعنی زمان ادیت توی کامپیوتر این لرزش ها رو بگیریم اپلیکیشن هایی هستند که میشه لرزش تصویر رو گرفت مثلا توی اندروید گوگل فوتو میتونه لرزش تصویر شما رو بگیره برای آیفون یا آی اپلیکیشنی اپلیکیشن پولی هست که خیلی خوب عمل نمیکنه که ترجیح میدم با نکنم چون تستش کردم خوب عمل نمیکنه اما تو اندروید گوگل فوتو خیلی خوب عمل میکنه یا اینکه میبریمش رو کامپیوتر و توی در افزارهای مختلف ادیت به طور مثال توی پریمیر از وارپ استابلایزر استفاده میکنیم و اون تصویر رو نهایتا لرزش گیری میکنیم توی قسمت پوست پروداکشن پس تمام این هفت نکته که گفتم برای برطرف کردن لرزش دوربین بود حالا بریم سراغ این پنج حرکت با همدیگه تمرین کنیم خوب ببینیم اما نگران نباشید ما تو این ویدیو فقط میخوایم اینا رو نشون بدیم ببینیمشون باهاشون آشنا بشیم تو ویدیوهای بعدی کامل ریز به ریز توضیحشون میدم بریم این حرکت رو ببینیم خب ما این پنجتا حرکت سینمایی دوربین رو دیدیم که اونم با تلفن همراه گرفته شده اما شاید پیش خودتون بگید اصلا اسم این حرکات چیه و چطور میتونم یاد بگیرم و تمرینشون کنم من دو تا ویدیو ساختم که به صورت کامل اسم این حرکات و حرکات بیشتر دوربین رو به شما یاد میده و بعد از اون به شما آموزش میده که چطور میشه این حرکات رو تمرین کرد تا به بهترین نحو ممکن انجامشون داد پس دو تا ویدیو آینده منو از دست ندید و فراموش نکنید با سابسکرایب کردن من منو حمایت میکنید لایک کامنت شیر فراموش نشه تا انرژی بگیرم این سری آموزش ها رو تموم کنم و سری آموزش های جدیدی براتون بیارم موفق و معید باشید خدا نگهدار